فیلم سینمایی صمد و سامی، لیلا و لیلی، محصول سال 1351، به کارگردانی پرویز صیاد. توی فیلم کت خدا و مشباقر قصد دارن لیلا و عین الله به عقد همدیگه در بیارن، ولی صمد و لیلا به شهر فرار میکنن. توی شهر دوتا جوون به اسم لیلی و سامی که به صمد و لیلا شباهت دارن، با اصرار پدر لیلی و مادر سامی تسلیم میشن و تن به ازدواج میدن. صمد و سامی و لیلا و لیلی همدیگر رو پیدا میکنن و با عوض کردن لباسهاشون به مسیرشون ادامه میدن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ما طرف تو رو میگیرم. ها، تو طرف ما رو میگیر. تو این آبادی همه طرف اولاغن، اولاغم داخل آدمه که آدم طرفش رو بگیره. لیلا خانم، 10 دقیقه وقتتون گذشت. همین حالا میرم سرکار. همین حالا میره. صمد، ما دیگه باید برم. میخوای بری؟ ها صمد، بابام دلواپس میشه. ما میرم پیش مشتی باقر، ازش میخوام که بیاد رضایت بده. لیلا، ها، با این لیلا حرف نزنی. ها، به مشتی باقر میگم. آی پشیمونم لیلا، مثل 100 پشیمونم. میبینی سرکار، صمد چقدر دل رحمه. میگم مثل 100 پشیمونو. پشیمونه؟ از چی؟ از اینکه زده به چشم اولاغه دیگه. نه، از این پشیمونم که چرا نزدم به چشم عین الله. در شهر به من پیشنهاد شد که بروم آموزشگاه خلبانی. عین الله باقرزاده. آقای باقرزاده، تمام تقصیرات زیر سر تو هست. همش زیر سر منه؟ اگه به جای اولاغ به صمد موتور میدادی، حالا این پیش آمد نمیشد. صمد موتور میتونه سوار بشه؟ تو باشی که میتونه. سوار من بشه؟ نه، یعنی تو بهش یاد بده سوار موتور بشه. هم بهش موتور بدم، هم یادش بدم؟ نه، اول باید رضایت بدی از حفظ در بیاد بعد. اون وقت اسم منه چی میخوانی؟ عین الله. اقلن بگو آقای باقرزاده خانه خراب. اول آقای بکن تا بشت بگن آقا. من از آقایی کردن حرفی ندارم، بشرتی که خودت بهتر میدانی که بعد حرفش رو میزنی. ده فرار نکنه بلای جان عین الله، بلای جان آقای باقرزاده. عطور پدر موتور. فیلم سینمایی صمد در به در می شود که تو سال 1357 ساخته شده، راجع به ماجرای کار پیدا کردن و پول در آوردن صمد تو شهر که با دزدیده شدن اولاغ شروع میشه. بخشایی از فیلم صمد در به در می شود رو با هم تماشا میکنیم. بگو ببینم زمینتو میفروشی یا نه؟ آره معلومه میفروشم، اما ما زمین ندارم که. تو کارت نباشه، همیشه بگو دارم زمین. خب معلومه که دارم. آبارکلا، ما قولنامه هاش آماده میکنیم، تو فقط زیرش انگشت میزنی. انگشت نه، انگشت دیگه نه. چرا؟ آخه ما به نناقا قول دادم انگشت منگشت به کسی دیگه نزنم. به کسی انگشت نمیزنی که، زیر ورقه ها یه انگشت یواشکی. نه همون دیگه، انگشت ما یه عادت بدی داره، همچی که را بیفته دیگه کسی جلو دارش نمیشه. خیلی خوب، اونم من خودم هواشو دارم. مگه اینجا نمیذارم هرز بره. وقتی هر انگشتی زدی 10 تومن پول گرفتی، خودت هم نمیذاری هرز بره. این خوبه، انگشت ما یه عادت بدی داره که خود پولکیه. به فهمی نفهمی پولکیه. این 20 تومنو بگیر بابت پیشقسط. 2 تا انگشت طلب ما. فقط هر جا هستی جا و محلت به ما بگو، ما مشتری ها رو با قولنامه برای انگشت زدن میاریم سراغ. پس خرم چی میشه؟ خرد؟ خب باز پیداش کنیم دیگه. تو خودت هم روزی یکی دوبار اینجا سر بزن، از خرد خبر بگیر. خدا عمرتون بده، مثل چیزی که مهر اولاغ ما رو خدا به دل شما انداخته. معلومه، هم مهر تو هم مهر خرد، فرق نمی کنه. خدا عمرتون بده. کجا؟ گفتم چایی بیارم. برمیگردم. آره برگرد. رحیم آقا، فوری آگهی بده روزنامه ها. زمین. این پسر زمین زیاد داره. ما چه کار داریم اون چقدر داره؟ ما فقط به چند میلیون احتیاج داریم و خلاص.
فیلم مظفر که تو سال 1353 ساخته شده راجب مظفره که از دختری به اسم گلی خوشش میاد. گلی برای ستاره شدن قصد داره به مرد کابارداری نزدیک بشه. پدر گلی که مخالف ازدواج دخترش با مرد کاباره داره از مظفر میخواد که روز ازدواج گلی اونو بدزده. بخشایی از فیلم مظفر رو با هم تماشا میکنیم. نکن بینم اکه خدا، من قلقلکی نیستم، ندیدم آدم مثل تو ترسو. دختره دیدی در رفتی؟ گلی کجا؟ ای بوز دل ترسوی بی ارزی، همین بود دل و جرعتت؟ منو باش که خیال میکردم دل و جرعت داری، کلی ازت خوشم اومده بود. ده خوبم شبم میام. نه دیگه نه، خوب گوشاتو وا کن، دیگه پا تو طرفای خونه ما نمیذاری، دیگه دنبال من نمیای، دیگه دم خونمو نباید بیای، دیگه منو نمیبینی. چی میخوای اصلا تو از جون من؟ خود دیوونه. من شوهر میکنم، زن متحرخان میشم و از اینجا میرم، میرم ژاپن. آره چرا ژاپن؟ اونا با ما رقابت کاری دارن. اونا من هر جا دلم میخواد میرم، به کسی هم مربوط نیست. خب دیگه من رفتم. گوش کن گالی، خدا فیز. از من که گذشت، اما اگه تو زندگیت با یه دختری قرار گذاشتی و دختری سر قرارش اومد، فرار نکن، جرأت داشته باش، پررو باش، چون دخترها من... از پسر کمرو خجالتی اصلا خوششون نمیاد. من که پررو هم، من که خیلی پررو هم، از همه پرروترم، برو از مادرم بپرس. من پررو هم، بیا اینم نمونش. دیدی چقدر پررو هم؟ اما درست همونجا که نباید باشی. گولی صمد رو به خاطر اینکه تو دعوا با انگشت به چشم بقیه میزنه به دادسرا میفرستن و دستشو با دستبند به دست یه مرد قاچاقچی میبندن. بین راه مرد قاچاقچی موفق به فرار میشه و مجبور میشن صمد رو هم با خودشون ببرن. بخشایی از فیلم صمد در راه اژدها رو با هم تماشا میکنیم. بپوشین، شما لباستون رو بپوشین. ما نگاه میکنم. سلام. بوشین، بذار ما این اسکار از اینجا بکنم، خدا بیامرز نامرحمه. لازم نیست بکنی، من لباسمو پوشیدم. ببینم کاپ قهرمانی رو تو بردی؟ آره دیگه، چیکار بکنم، قهرمان خوشبخت. نه چیزی. خب باریکلا، پس باید ازت بترسم. وقتی قهرمان هنگ کنگی رو شکست دادی، حتما حریف منم میتونی بشی. خب چی بگم، ما قهرمان کینگ کنگیتون رو که شکست دادیم، شما که دیگه خوب میدونیم که ما و شما. میخوایی با هم کاراته کار کنیم؟ والا شما علی کار باشی، خب ما هستیم. خب پس بیو جلو، امتحانش بی سره. آموزگاری به نام آقای خاوری به دختر صاحب خونه خود به اسم زری دل میبنده، اما پیش از اون که بتونه از اون خواستگاری کنه، زری با مرد نااهلی ازدواج میکنه. زری بعد از طلاق سه بار دیگه با مردای دیگه ازدواج میکنه و هر بار طلاق میگیره.
سالها بعد که هر دو پیر و شکسته شدن، خاوری زری رو توی بستر مرگ توی بیمارستان به عقد خود در میاره و زری لحظه بعد جان میسپاره. بخشایی از فیلم خواستگار رو با هم تماشا میکنیم. تو که میدونی من وسواس دارم، دست به دستگیره نمیزنم. تو هم که منو کشتی با اون وسواست. وسواست تو سرت بخوری ببرو تو کدی. گفتم به تو مرگ اینجا زیر نه چیست؟ آره داشتم براش تعریف میکردم. سلام علیکم. شب سلام علیکم آقای خاوری. آقای خاوری از جوانان فاضل، معلم خط هستن، خوشنویس و ماشاءالله با تبا. ایشون هم که دیگه جا خود دارن، گاو پیشونی سپید محل هستن، مشتی محل. به مرمت شما آقای خاوری از خودمونه، جوانی سربزیر سرنگرده، خلاصه تو اون خطا نیست. خب میگفتی این آره مهمون فردوس بود، واسه هم سفره انداخته بودن و مطرب خبر کرد. خب اون یارو چی؟ دختر باغبونه چی شد؟ که نزدیک بود کار دستم بده کارم بعد بیه بکشه، گردم نگرفتم، شنیدم انداختنش بیه رعیت.